الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. در گذشت ناگهانی قاری برکت‌الله سلیم در افغانستان که هزاران نفر را غمگین کرد و حتی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان را به گریه انداخت. در صفحه ما سابسکرایب کنید و تا اخیر تماشا کنید تا در مورد زندگی قاری سلیم و حضور افراد مشهور در مراسم تشییع وی صحبت کنیم. برکت‌الله سلیم در سال 1950 در ولایت ننگرهار افغانستان به دنیا آمد. با از دست دادن بینایی خود در 14 ماهگی با مشکلات اولیه روبرو شد. او با راهنمایی پدرش سفری مقاوم در زمینه علوم قرآنی را آغاز کرد و تا سن 9 سالگی تمام قرآن را حفظ کرد. دانشجویی وی را در سال 1964 به کشور مصر رهنمود کرد و در آنجا نزد قاریان ارجمند تحصیل کرد و در مدت 6 سال به 10 روش جداگانه تلاوت قرآن تسلط یافت. برکت الله با بازگشت به افغانستان فنون حفظ قرآن را متحول کرد و با همکاری خود با رادیو کابل به شخصیتی برجسته تبدیل شد. او در دهه 1990 انجمن قاریان افغانستان را تأسیس کرد که تا زمان مرگش این نقش را بر عهده داشت. میراث برکت‌الله به عنوان یک معلم بی‌نظیر است. در طی 5 دهه او بیش از 800 حافظ قرآن را تربیت کرد و تأثیری ماندگار بر آموزش اسلامی در افغانستان گذاشت. با وجود تغییرات سیاسی او به دعوت معنوی خود در کابل متعهد مانده و از سیاست فاصله گرفت. او که نگران آموزش قرآنی در افغانستان بود، قرآن را در 14 طریق برای تلویزیون ضبط کرد و 13 کتاب تالیف کرد که برخی از آنها در برنامه‌های آموزشی پخش می‌شوند. در گذشت اخیر او در سن 73 سالگی جامعه افغانستان را عمیقاً تحت تأثیر قرار داد و باعث ادای احترام جهانی شد. نهایت تأثیر کشور بود. از سالها به این طرف عمرشان شناخت داشتیم. افتخار افغانستان بود. خداوند جنتان نصیب شد. مرگ قاری برکت‌الله نه تنها برای افغانستان بلکه برای کل جهان اسلام ضایع است و میراثی غنی در علم و معارف قرآنی بر جای گذاشته است. از او به عنوان چراغ امید و روشنایی یاد خواهد شد با آموزه‌ها، ضبط‌ها و نوشته‌هایش که همچنان الهام بخش نسل‌ها است و یاد او را در قلب بسیاری حفظ می‌کند. با تشکر از شما برای تماشای ویدیوی ما. لطفاً برای مطالب بیشتر به صفحه ما سابسکرایب کنید.